حکومت اسلامی وظیفه‌اش است که بگیردش، لکش کنه و بندیش کنه. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذشته، مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان میدهند. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود. این را ظلم گفته نمی شود؟ بیش از 2.5 سال می شود که اشرف غنی و دار و دسته‌اش قدرت را به گروه تروریستی طالبان واگذار کردند و پا به فرار گذاشتند. در این مدت افراد گروه تروریستی طالبان سرمست از باده قدرت یکتاز میدان شده و هر آنچه از دستشان آمده بر سر مردم بیدفاع و بیچاره آوردند. بیشترین آسیب را زنان دیدند. زنان از کار، گشت و گذار آزادانه و درس محروم گشتند. حتی دختران نوجوان نیز از درس منع شدند. با گذشت هر روز بر دامن یکتازی های تروریستان افزوده می شود. میلیون ها شهروند برای در امان ماندن از ستم گروه جاهل ناگزیر شدند که زادگاه خود را ترک کنند و آواره چهارگوشه جهان شوند. جهان غرب نیز پس از سرمایه گذاری هنگفت در 2 دهه حضور خود در افغانستان و شکست در روند دولت سازی تنها درد و رنج مردم درمانده این مرز و بوم را تماشا می کنند و گاه ناگاه به صدور بیانیه و محکومیت رفتار گروه تروریستی طالبان بسنده می کنند. هرچند در روزها، هفته‌ها و ماه‌های اول پس از فرار بی‌شرمانه حاکمان جمهوریت یا بهتر بگوییم دار و دسته غنی احمدزی، زنان شجاع با راه‌اندازی راهپیمایی‌های به شرایط حاکم اعتراض می‌کردند، اما با گذشت زمان همان فرصت از آنان گرفته شد. حاکمان ستمکار و جاهل و بازداشت زنان فعال رو آوردند و با انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری آنان به سبک نظام دیکتاتوری خامنه‌ای به آنان زهر چشم نشان دادند. اخیراً این گروه تروریستی به غرب کابل تمرکز کرده و به بهانه‌های مختلف دختران و زنان را از بازار و جاده و خیابان بازداشت کردند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که افراد گروه تروریستی طالبان زنان و دختران را از جاده شهید مزاری در غرب کابل با جبر و ستم بازداشت می‌کنند که پوشششان با استانداردهای گروه حاکم است. این مسئله واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. وزارت به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر گروه تروریستی طالبان به شیوه همتایانشان در ایران به پوشش زنان گیر داده و مدعی شدند که زنان با وجود دستورهای صادر شده به پوشش خود توجه نکردند. اما گزارشگر ویژه حقوق بشر این کار طالبان را افزایش محدودیت بیشتر بر زنان توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنان شدند. نهادها و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و سازمان‌های دیاسپورا در خارج از کشور چیزی غیر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی و محکومیت ظاهراً فراتر نرفتند. اما آنچه اهمیت دارد واکنش تندی است که از داخل افغانستان بیرون داده شده است. یکی از این واکنش‌ها سخنرانی آیت الله واعظ‌زاده بهسودی مرجع تقلید شیعیان در روزهای اخیر بیشتر به چشم آمده است. او در گرد همایی مردمی در مسجد امام زمان در غرب کابل که برای مشوره در همین زمینه برپا شده بود گفته های تندی را مطرح کرد. در این نشست برخی نمایندگان گروه تروریستی طالبان نیز حضور داشتند. آقای بهسودی در بخشی از سخنان خود خطاب به طالبان گفت که آنان در برخورد با هزارها کارنامه بدی از خود ثبت کردند. او از اعتماد بابا مزاری به طالبان یاد کرد، اما این گروه تروریستی با فریبکاری او را بازداشت و جانش را گرفت. گفتم اشتباه اول شما این بود که آقای استاد مزاری رهبر ما بود، به شما اعتماد کرد، خود به دامن شما انداخت، میگفت افغان دامن داره، ولی خب ندیدیم دامن را. مثلا خود گذشته را دیگه ما یاد نمی کنیم. ولی یک فاسق به اعتمادی گذاشته، اگر گلایه میکنه که نیست با ما همکار نگرد، این به اعتمادی رو شما خلق کردید. بعد گفتم مسئله دو مسئله مذهب است. مذهب نقطه خیلی حساس است. شما فقه جبر از مثال تعلیمی انداختید. این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن. این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است تا هنوز
مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. مردم هیچ شیعه سنی نمیشه و هیچ سنی هم شیعه نمیشه. همه به مذهب مردم کار نگیریم. یک مسئله دوم گفتم، نقطه سومی که خیلی حساسه کارنگیز مسئله ناموس است. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذاشته مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان میگن. ولی ازای شما در رابطه با این سه مسئله خیلی برخورد شد که بالاخره خوب اینکه مردم شما فاصله گرفت، حالا هم بیاید ترمیمش بکنی. این مردم مردم شماست، ملت ملت شماست، افغانستان کشور مشترک ماست. رحمت الله نبیل که به لحاظ تباری افغان و همتبار طالبان است، ظاهراً تنها پشتونی است که نسبت به بازداشت خودسرانه زنان و دختران واکنش نشان داده است. او گفته است که خاموشی سیاستمداران، سران قومی و عالمان دین مخالف موازین اخلاقی و آنچه او ناموسداری خوانده است. بازداشت های زنان و دختران تنها به غرب کابل محدود نبوده و بنابر گزارش ها شماری از زنان در منطقه تایمنی نیز دستگیر شدند. برخورد قهرآمیز گروه تروریستی طالبان به ویژه در مناطق هزارنشین پس از آن بیشتر شد که ویدیوهای کوتاهی از خطیب مسجدی در پنجشیر به نام مولوی عنابی خطاب به طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خواستار برخورد تند گروه تروریستی طالبان با هزارها شده بود. با این حال انتقاد از گروه تروریستی طالبان در داخل تنها به هزارها که بیشتر مورد ستم قرار دارند محدود نمانده است. برخی افراد این گروه جاهل در دیگر مناطق افغانستان نیز انتقادهایی را به همراه داشته است. از جمله مولوی عبدالشکور حنیف، خطیب مسجد جامع عرزبیگی در ولایت کندز، شیوه حکومتداری گروه تروریستی طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لونگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همان طوری که در حدیث شریف آمده است. ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، ای هم ریشه استعماری دارد. در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود، با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ ای خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. انسان آزاد آزادانه زندگی میکند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تق و توق را از افغانستان گم کردیم. عامل تق و توق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم. لکن مردم آرامش فکری ندارند. یک نفری بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تاپه های تیار است، تاپه مقاومت، تاپه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ایره میگویند تاپه، بعد از تاپه چاپ است. ببر بزن بزن بزن، کامره را در دم رویش بگذار، بو که همین چیز را میگویی، خوب اگر نمیگویی میکشمت. این صحنه های نه تنها آن که چشم دید، بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است. پس از این خطابه این مولوی، گزارش های منتشر شده که گروه تروریستی طالبان همان گونه که انتظار می رفت تحمل انتقاد از خود را تاب نیاوردند. چنانچه در 2.5 سال گذشته با دیگر منتقدان خود برخورد کرده اند، مولوی حنیف را نیز از خطیبی مسجد برکنار و او را بازداشت کرده اند. گروه تروریستی طالبان که از ماه اگست سال 2021 بر افغانستان مسلط شد، به اشکال مختلف با منتقدان خود برخورد کردند. حتی کسانی که در شبکه‌های اجتماعی از رفتار و شیوه حکومتداری این گروه انتقاد کرده بودند، شناسایی، بازداشت و شکنجه شدند. به قول شاعر، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی‌سوزد، اگر سوز از شبی سوزد، شبی دیگر نمی‌سوزد.
با امید رهایی و آزادی مردم و سرزمینمان تا برنامه دیگر بدرود.